مدعی دید کراواتم و قرید چو شیر. مدعی دید کراواتم و قرید چو شیر، گفت این چیست که برگردن توست ای ایکبیر؟ گفتم از چاکرتم، نوکرتم، سخت مگیر. میکنم پیش تو اقرار که دارم تقصیر. کانچه اسباب گرفتاری هر مرد و زن است، همه تقصیر کراوات من است. لکه قبل به دامان شما اصلا نیست. نام دختر کتی و مرسده و ژیلا نیست. کت خوش فرم شما تحفه آمریکا نیست. این کراوات فقط کار سوئیس و وین است، همه تقصیر کراوات من است. این سخنهای غم‌انگیز که مردم گویند، آنچه از شدت بحران و تورم گویند، با یا که از راه تمسخر به تبسم گویند، وانچه نشخار زن و مرد و همه پیر و کهن است، همه تقصیر کراوات من است. گر به هر کوچه زباله است چو خرمن توده، گر در این شهر ز بس گشته هوا آلوده، دم به دم دود به حلق تو رود یا دوده، کارها گر همه پیچیده به هم چون روده، جویها گر همه آکنده ز لای و لجن است، همه تقصیر کراوات من است. خیت گر وضع اتوبوس بود داخل خط، یا اگر مثل غریقی تو گرانی شده شط، گر خر کلحسن از گرسنگی گشته سقط، اگر آن لام که روزی 3 تومن بوده فقط، این زمان قیمت او بیش تر از 100 تومن است، همه تقصیر کراوات من است. همه تقصیر کراوات من است. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک که هم میهنانی که در هر گوشه از جهان آوا رو در این زمان میشنوند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس میآغازم. چامیری که در آغاز برنامه شنیدید در سال 1369 از طرف چامسرای بسیار خوشقریحه ابوالقاسم حالت در مجله گلاغا در تهران چاپ شد و ثابت کرد که همه بدبختی ها، همه درگیری ها، همه ناراحتی ها یا تقصیر کراوات مرد هاست یا تقصیر موی سر زن ها، وگرنه هیچ کس در اونجا دیگه هیچ تقصیری نداره و همه ماشاءالله هزار ماشاءالله بسیار خوب کشور رو دارن اداره میکنن. همیهنان ارجمند، اعلامیه و آگاهی نامه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر ماه 1378 یعنی حدود 13 سال پیش، سال روز جنبش دانشجویی ایران، از سوی شاهزاده رضا پهلوی منتشر شده که بخش‌هایی از اون رو من در اینجا براتون می‌خوانم. 18 تیر 1378 نقطه عطفی در تاریخ جنبش‌های دانشجویی ایران بود که با جرقه‌ای از آن به تعطیلی غیرقانونی یک روزنامه آغاز شد و به خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبشی که با الگوی نافرمانی‌های مدنی و مبارزه به دور از خشونت، اصل نظام جمهوری اسلامی و دیکتاتوری مذهبی را به زیر سوال برد. خیزش دانشجویی ایران جنبش مستقل و پویای قشر فرهیخته و جوان ایران بود که با اندیشه های دموکرات و سکولار، با فاصله گرفتن از آرمان دوم خرداد 1376 یعنی اصلاح رژیم آغاز شد
و بر جدایی نهادهای مستقل دانشجویی از نظام مستبد و تمامیت‌خواه ولایت فقیه، حرکتی که تبلور خواسته‌ها و آرمان‌های دانشجویان، روشنفکران و دگراندیشان ایرانی بود، به سرعت گسترش یافت و گروه‌های دیگر جامعه را جذب کرد. مبارزات شیرزنان و شیرمردان مبارز راه آزادی که جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم را فروزان‌تر نموده و پایه‌های آن نظام مستبد و دانش‌ستیز را به لرزه انداخته است. شاهزاده در دنباله اعلامیه می‌گوید: در شرایط کنونی که کشورمان با آن روبروست، شما دانشجویان مبارز می‌بایست با آگاهی بخشی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی در خانواده، محله و همچنین در کل جامعه حرکت‌های اعتراضی آگاهی نامه را ساماندهی کنید. شاهزاده در پایان آگاهی نامه می‌گوید: یقین دارم که مبارزات آزادی خواهانه مردم کشورمان در راه دستیابی به حقوق بشر، مدرنیته، رفاه، عدالت اجتماعی، برابری، آزادی، دموکراسی، سکولاریسم با اتحاد در یک حرکت منسجم ملی به ثمر خواهد نشست. یاد و خاطره کشته شدگان کوی دانشگاه را گرامی می‌دارم و بر مادران پارک لاله و بر همه خانواده‌ها و جانباختگان و آسیب دیدگان و زندانیان دربند حاکمیت تمامیت خواه جمهوری اسلامی که جان و جهان خود را در راه آزادی کشور و آرمان‌های آزادی خواهانه مردم ایران به خطر انداخته اند درود می‌فرستم. خداوند نگهدار ایران باد. بینندگان ارجمند، هنگامی که پیام شاهزاده رضا پهلوی به دستم رسید و اون رو خوندم و مانند همیشه در اون باریک شدم، تصمیم گرفتم که اون رو در برنامه امروز بخوانم و این کار رو کردم. اکنون موقعیتی به دستم اومده تا اندکی درباره منش ایشان و رفتارهای سیاسی و اجتماعی او بررسی کنیم. از هنگامی که این جوان وارد میدان مبارزات سیاسی و اجتماعی علیه رژیم خون و خشم و خرافات شد، تنها یک دشمن شناخته شده به نام جمهوری اسلامی ایران نداشت، بلکه دشمنان دوستنمای چندی نیز در کار چوب نهادن لای چرخ کوشش‌های او برآمد. و چون روش او این بود که هوشیارانه از هر گونه سوء استفاده از نام خود وسیله بت‌سازان و سودجویان پیشگیری کند، به ناگزیر این گونه کسان نیز به دیگران شناخته شدند و برخی از آنها حتی در صف مخالفان ایشان جای گرفتند. سلطنت طلبان قشری، اونهایی که میهن پرستی رو با فرد پرستی و بت‌سازی و بت‌پرستی رو با گرایش به خواستهای ملی اشتباه گرفته اند و خود را به نادرست ایران پرست می نامند، در پی اون بر اومدند که از شاهزاده بتی بسازند که از تملق‌ها و خوشامدگویی‌هایشان لذت ببرد و در دست آنها مانند مومی نرم باشد. همین از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی، تملق و چاپلوسی در بارهای یکم و دوم و سوم و چهارم مورد علاقه شخص متملق شونده، یعنی اون کسی که تملق برش وارد شده، نیست. اما رفته رفته مانند ویروسی این شخص رو، اون آدم برتر رو، آدم خودکامه رو از این رو به اون رو میکنه و در اختیار چاپلوسان قرار میده. اما گردش روزگار شاهزاده پهلوی رو مردی پخته و یک پولاد آبدیده کرده بود. شاهزاده ای که ما امروز می‌بینیم و می‌شناسیم و به سخنانش و گفتارش آگاه هستیم، هرگز اون جوان 18 ساله آغاز مبارزات علیه جمهوری اسلامی نبوده و نیست. او دیگه فریب چاپلوسی‌ها، دستبوسی‌ها،
چهره به خاک ساییدن‌های آنها نمی‌خوره، زیرا سرنوشت پدرش در برخورد با این گونه کسان بهترین درس برای ایشان بود. بت‌سازان هنوز دست از سر پیکر بیجان محمد رضا شاه پهلوی هم بر نداشتند و هنوز میگویند ایشون هیچ گونه اشتباهی نکرده و برای اینکه ایشون رو مبرا کنند آمدند به ملت ایران توهین میکنند و میگند خوشیها و رفاه و آرایش باعث شد که خوشی زیر دل ملت ایران بزنه و با دست خودش خود رو به چاه بیاندازه. در حالی که اگر شاه پیشین اشتباهات بزرگ رو نمی کرد، هم اکنون در خاک بیگانه نخفته بود. فرزندش در ایران پادشاهی می کرد و ملت ایران هم آواره جهان نبود و در سرزمین خودش نیز اسیر مشتی آخوند آدم کش قرار نمی گرفت. دزدیده شدن انقلاب ملی مردم ایران رو فکر نکنید که این باعث میشه اشتباهات رژیم پیشین پاک بشه و توجیه بشه. ملت ایران به جان آمده بود، به شخصیتش توهین شده بود، نه نماینده‌ای میتونست داشته باشه، نه دخالتی در کار میتونست داشته باشه، بخشی از میهنش جدا میشد، چیزی نمیتونست بگه و و و دیگر وارد اون مسائل من نمیشم، چون نظرم در این گفتگو چیز دیگری. به هر روی شاهزاده رضا پهلوی هوشیارانه نگرنده بازی‌های کسانی است که میخواهند از محبوبیت و نام او نابجا سود ببرند و بارها و بارها گفته است که من نماینده‌ای در هیچ شهر و در هیچ سازمان و در هیچ کشوری ندارم، هیچ کس سخنگوی من نیست و همین سخن باز شماری سودجو و مفتخور و متملق رو بر دشمنان و حسودان او افزود. او به خوبی می‌داند که چگونه از این ترفندها خود رو برکنار بداره. گذشته از این، اون چه که ما در این زمان نسبتاً دراز از ایشان دیدیم، او با هیچ گروه و هیچ دسته و هیچ گرایشی سر سازش و سر ستیز نداره. نه با اونها میسازه، نه با اونها ستیز داره. و جز با رژیم فرمانروا بر ایران، پشتیبان همه گروه‌های اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی هستن. من ندیدم هیچ گروه مبارزی رو ایشون باهاش مخالف باشه. هر کسی علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه، شاهزاده رضا پهلوی با او پشتیبان اوست و نشان داده این کار. خب روشنه، اونهایی که بت میخوان بسازن، اونهایی که میخوان بت پرستی بکنن، چنین رهبر دموکراتی رو نمیخوان. گفتم اونها کسی رو میخوان که تحت تأثیر تملق‌ها قرار بگیره و مانند موم در دست اونها باشه. اونها کسی رو میخوان که خودشون اون رو در اختیار بگیرند و در سایه قدرت او بیاسایند و بساط پرچیده شده سالهای گذشته رو دوباره بگسترانند. و رضا پهلوی چنین کسی نیست. اونها بیش از 30 ساله که من گواه هستم و دوستان من گواه هستن که هنوز ایشون رو اعلی حضرت رضا شاه دوم مینامن، اما خوشبختانه هنوز نتوانستند که این امر رو بر او مشتبه کنند و او گمان کنه که شاهه. سخن از این آوردم که ایشون پشتیبان گروه‌های مبارزه و گرایش‌های سیاسی است که علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنه. آیا به هنگامی که نیروهای سرکوبگر رژیم عراق به شهرک اشرف تاختند و با ناجوانمردی و ددمنشی اونها رو زدند و کشتند و بسیاری از اونها رو لت و پار کردند و از اونجا بیرون راندند، چه کسی جز شاهزاده رضا پهلوی علناً رسماً آگاهی نامه صادر کرد و به پشتیبانی از مجاهدین برخاست؟ چرا سازمان مجاهدین خلق به ستایش از این رفتار آزادی خواهانه شاهزاده برنخواست و واکنشی نشون نداد
مگر جز این بود که با نهایت دلاوری آمدند و گفت این کار را نسبت به هممیهنان مجاهد ما بسیار غلط انجام دادید و شما مرتکب کار خلاف سیاسی و خلاف انسانیت شدید. ولی سازمان مجاهدین خلق هیچ گونه واکنشی نشون نداد. آیا زمانی که شاهزاده به دادگاه جهانی جنایات جنگی علیه بشریت بر ضد آخوند خونخوار علی خامنه‌ای شکایت کرد و تا لاهه رفت و با مسئولان دادگاه سخن گفت و اون رو فایل کرد به اصطلاح آمریکایی‌ها، چرا هیچ کس اونجور جز یکی دو اعلامیه آبکی در پشتیبانی از ایشون صادر نشد؟ چرا یه موجی از طرف ملت ایران بر نخواست که از این کار اصولی و انسانی و جهانی پشتیبانی کنه؟ آیا زمانی که شانه به شانه مردم در راهپیمایی‌ها، در دیدارها و میتینگ‌ها و گرد همایی‌ها شرکت می‌کرد و با آنها می‌جوشید و گام به گام با من بود، چرا هیچ کس این مسئله را بزرگ نکرد یا دست کم به آگاهی مردم نرساند؟ همیهنان، اون گونه که من می‌اندیشم، بسیاری از این گونه کسان که خودشون رو به اصطلاح مبارز علیه جمهوری اسلامی میدونند، دلیل روشنی از اینکه نمیخواهند با شاهزاده همکاری کنند یا پیروی از ایشان بکنند جز با رشک و حسد اونها نمیبینند. وگرنه نه ایشون نه پیشینه تاریکی داره، نه رفتار ناپسند اجتماعی و عشقی داشته و نه از مردم بریده. نکته دیگری به خاطرم آمد. شاهزاده سالها و سالهاست که از دکتر محمد مصدق در هر موقعیتی تجلیل و ستایش کرد و او رو یک مرد ملی و ایران دوست نامیده. آیا جبهه ملی ایران این سخنان و این گفتار و این نظریه شنیده یا خونده است یا نه؟ نمیتونه بگه نخوندم. سخنی است از دهان کسی در آمده که شخصیتش جهانی، همه میشناسنش و پخش میشه. بنابراین چرا جبهه ملی ایران واکنشی نشان نداد و در این راه به ستایش از شجاعت ایشون بر نخواست و خاموش ماند و به پشتیبانی های روشن از او دست نزد؟ اگر شورای مرکزی جبهه ملی ایران از آخوندها در درون ایران میترسه و در اونجا فعالیتی نداره، شوراهای مرکزی جبهه ملی خارج از کشور که این ترس رو ندارن، چرا اونها هم واکنشی از خودشون نشون ندادن؟ من نمیدونم یک رهبر چگونه باید عمل کنه تا گروه های به اصطلاح مبارز از این محافظه‌کاری ها و اعتدالی بودن ها دست بکشن و سریع و قاطع بیان و جلو و نظراتشون رو بگن. به دید من گروه هایی که به کوشش های این جوان نمی پیوندند، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، منویات جمهوری اسلامی رو دنبال میکنه. جمهوری اسلامی میدونه، همیهنان، جمهوری اسلامی آگاه، میدونه تنها کسی که یک بار سنگین تاریخی، یک امتیاز ویژه بر دوش داره، شخص شاهزاده رضا پهلویه و فعلا هیچ رهبر دیگری مانند ایشون از چنین امتیازی بهره‌ای نداره و آن بار تاریخی فرزند شاه پیشین بوده و یک مبارز برای آینده است. یعنی آدمی است که در عین حال که به گذشته مربوطه، هیچ نقطه سیاهی در زندگی تاریخی او نیست و در با این امتیاز و با این کولبار رو به آینده داره مبارزه میکنه. شما یه رهبر دیگر مثل این نشون بدید. با اینکه همه دوربین های دشمنان و حسودان و بت‌سازان و حتی جمهوری اسلامی روی زندگی شخصی و روی زندگی داخلی و روی سیاست های خارجی ایشون زوم شده به اصطلاح و تا یک نقطه ضعفی رو از رفتارهای اجتماعی عشقی او گیر بیارن و اون رو بزرگ کنن
و علیه او به کار میبرن، میبینیم که خانواده ایشون چنان رفتار کردن که حتی کوچکترین نکته پرسش انگیز و جنجال آفرین اجتماعی و شخصی و سیاسی در زندگی اونها نبوده که اینها بتونن ازش سوء استفاده کنن. خواهر او شاهدخت فرهناز از زمان فرمانروایی پدرش تا امروز نماد یک زن جوان پاک رفتار و متین بود. همچنین شهبانو فره با همه دشمنی هایی که درباره او اعمال شده نتوانستن کوچکترین وصله ناجور و پرسش انگیز به رفتارهای اجتماعی ایشان بچسبونه. جالب اینجاست که ما در خارج از کشور زندگی میکنیم. در امریکا همه میدانیم که بسیاری از رؤسای جمهوری امریکا دارای دوست دختر و گرلفرند بودن. فرانکلین دلانو روزولت در آغوش گرلفرند خودش زندگی رو به درود گفت. داستان روابط عاشقانه جان کندی و مرلین مونرو رو همه کمابیش میدانیم. جنجال روابط عشقی بیل کلینتون و مانیکا لوینسکی رو همگی به یاد داریم. باردار شدن مستخدمه آرنولد شوارزنیگر فرماندار کالیفرنیا هنوز نقل محافل داخلی و خارجی است و ده ها ماننده. در این هنگامه ها، در این جنجال ها، در این سرزمین ها شاهزاده و خانوادش پاک و سربلند و روسپید در میان دشمنان بیشمار خود ایستادند. همیهنان، به ندای امروز فقط اتحاد و اتحاد ایشون بیندیشید. چه میخواهید بکنید؟ تا کی باید جمهوری اسلامی راحت و آسوده بخوابه و از تفرقه ما سوء استفاده کنه؟ اگر میخواهید واقعا این جرثومه فساد رو، این تندیس هیولای جمهوری اسلامی رو از ریشه بکنید، باید با یکدیگر متحد بشید. خیلی خوب، مگر نمی نالید از اینکه ما رهبر نداریم؟ مگر نمی نالید که هر جنبشی باید رهبری داشته باشه؟ خب بیایید انتخاب کنید. شما یه نفر امتیاز بدید بهش، هر شخصیتی که میخواد رهبر بشه یه بارمهایی داره، ببینید کدوم یکی از اینها این شخصیتشون، کاراکترشون، نششون میخوره به این که بتونه رهبر یک ملت باشه. رهبری که یک ملت، گفتم، با پیشینه تاریخی، با بار تاریخی دنبال او بره. اهل تملق نباشه، به اصطلاح خودمونی خاکی باشه، حتی هر حادثه، هر رابطه، هر عملی که در پیش از این فتنه خمینی رخ داده در رژیم رو اگر مخالف انسانیت و مخالف مسائل دی بوده به صراحت و با روشنی و با شجاعت گفته و همه اینها رو پشتش ایستاده، با هیچ گروه سیاسی ضد جمهوری اسلامی مخالف نیست و میگه بیایید همه یکی بشیم. آخه بسیاری از این رهبران به آنچه که میگویند رفتار نمی کنند، ولی ایشون میگه بیایید متحد شیم. با جبهه ملی، با رهبر جبهه ملی سخن، یعنی اظهار نظر کرده، گفته نظرشو، گفته مرد بزرگی بوده، مرد میهن دوستی بوده و شاه رو، حتی مخالفت با سلطنت و پادشاهی محمد رضا شاه نداشته و تا روز آخر هم دکتر مصدق این حرف رو نه تنها قبول نکرد، بلکه پشت قرآن هم نوشت که من نه میخوام خودم رئیس جمهور شم، نه میخوام پادشاهی رو از ایران بردارم. اون قرآن رو گمش کردن که مدرکی نباشه از پاک دستی دکتر مصدق. این آدم اومده با شجاعت داره ازش طرفداری میکنه. پس با مجاهدین هست، با ملیون هست، با سیستم جمهوری اسلامی به شدت مخالفه و خواب راحت رو از اونها گرفته. گفتم آره که اونها ندارن، یعنی مطمئنن اگه ایشون نباشه کس دیگه ای نمیتونه رهبر
طبیعی باشه. ما رهبرهای طبیعی داریم، ما رهبرهای سیاسی داریم، ما رهبرهای مردمی داریم، همه چیز. میتونه یه نفر این صفات همه رو داشته باشه. به هر روی این مخالفت با اتحاد و نپذیرفتن این شعار و باری به هر جهت از آن گذشتن به سود هیچ کس جز دستگاه جمهوری اسلامی واپسمانده یا آخوندی نیست. همیهنان، من به وسیله تلفن، ایمیل، نامه با کشورم، با سرزمینم، با همیهنانم پیوسته در تماس هستم. از آبادان و اهواز گرفته تا تبریز و رضائیه، از مشهد و نیشابور گرفته تا تهران و اصفهان و شیراز، از سیستان و بلوچستان گرفته تا بندر عباس و غیره، همه جا و همه جا مرتب با هممیهنان خودم در تماس هستم. با استواری میتونم بگم که بیش از 80% جوانان درون مرز هوادار شاهزاده رضا پهلوی. ممکنه من خودم هم تا این حد نمیدونستم، ولی حالا میپذیرم، میبینم که در این حدود هستم. شاهزاده ای که برونه که هر کسی و هر رژیمی که اکثریت ملت ایران بپذیره، او حق داره که رهبر و فرمانروای ایران آینده باشه، و هر رژیمی که ملت بپسنده و به اون رأی بده مورد پذیرش شاهزاده نیست هست، چه جمهوری چه پادشاهی. شما دیگه از یک رهبر چه توقعی داری؟ کسی که بگه من فرزند شاه پیشین هستم، اما اگر اکثریت ملت ایران با رأی آزاد و آگاه جمهوریت رو بپذیره، من خودم قبول دارم. هیچ نرمشی رو جز در وجود ایشون در رهبر دیگه ای میبینید؟ آیا رهبران چپگرا و رهبران دیگری که در پهنه سیاسی فعلی ایران هستن چنین چیزی رو میگن؟ این گونه رهبر مورد نیاز مردم ایرانه. توقعتون از رهبر اگر اینه، ایشونه. اگر نه، شما رهبری میخواین که مسلسل به دست بگیره و بره رو در روی بسیجی و نمیدونم سپاه پاسداران و آخوند دزد و آدمکش بیسته، یا دستور بمبگذاری در این نقطه و نقطه بده، یا فرمان ترور مخالفان رو بده، همونطور که آخوندها کردن. صدها نفر مخالف خودشون رو ترور کردن. اینها میترسن. کسی که ترس نداشته باشه، کسی که بدون مردم پشتیبانشن، هرگز دستور ترور کسی رو نمیده. به هر روی رهبر باید پاکندیش، پاک رفتار و پاک گفتار، آزرمین و انسان باشه، و در این حال تا حدی که شایسته است از شجاعت برخوردار باشه. ما از رهبر چنین توقعی داریم. امیدوارم که با روشنبینی عمل کنیم، به دنبال رهبری باشیم که دموکرات باشه، غرق در چاپلوسی ها نشه، تملق ها رو و متملقین رو از خودش برانه و خودش رو از ملت جدا ندانه و به رأی اکثریت مردم احترام بگذاره. اگر کس دیگری رو جز ایشان سراغ دارید، به من هم بگید. با سپاس از شما، من از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم آگهی اگر هست بگذارند برگردیم دنباله برنامه رو بگیریم. بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند، که مکدر شود آیینه مهرآیینم. شیدای شوریده شیراز در کارگاه کیشی کهن. حافظ و کیش مهر به قلم دکتر ناصر انقطاع. نگاهی نو، کنکاشی نو، سخنی نو درباره باورهای حافظ،
سراگنده خیال‌انگیزترین و ژرف‌ترین معناها و تعبیرها، حافظ و کیش مهر، از انتشارات شرکت کتاب در وست‌وود لس‌آنجلس در محله پرشین اسکوئر و بر روی اینترنت kitab.com. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا همتنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیز، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. تاریخ زندگی مردم یک سرزمین و قهرمانان ملی آنهاست، نه تاریخ زندگی شاهان و جنگاورانی که با کشتار و سنگدلی بر مردم چیره شدند. یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران، نوشته جامع و تحقیقی درباره زندگی این قهرمان مانا و نامیرای ایران، به قلم دکتر ناصر انقطاع، از انتشارات شرکت کتاب. یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران، از انتشارات شرکت کتاب در وست‌وود لس‌آنجلس در محله پرشین اسکوئر و بر روی اینترنت kitab.com. همیهنان ارجمند، یک ملت در هر برهه از زمان زیر نفوذ و ستم یا فرمان روایی یک حکومت خوب یا بد که قرار بگیره، ضمن اینکه در با این رژیم یا با اون حکومت برخورد داره، چه دوستانه چه دشمنانه، یه وظایف فرهنگی به صورت خودجوش دنبال میکنه، از دیدگاه هنر، از دیدگاه ادب، از دیدگاه زبان و از هر دیدگاه دیگری. جمهوری اسلامی دشمن موسیقی ایرانی بود. از روزی که آمد این دم و دستگاه رو خواست از بین ببره، نه تنها تو دهنی خورد، نه تنها مردم پنهانی شروع کردن کار کردن، انقدر دنبال کردن تا نفس اینها رو انداختن و حالا قشنگ تا حد بسیار زیادی بجز بعضی از زنان رو گویا نمیذاره هنوز آواز بخونن، بقیه کارها مثل پیش از انقلاب اینها رو به واپس‌نشینی کشانده. بنابراین هنر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشه.
اگر بنا نبود که هنر از نسلی به نسل دیگر به خصوص در کشورهایی که فرهنگی و تاریخدار هستند، اینها مسلماً این هنر رو انتقال میدن، یعنی اون رو بخشی از فرهنگ خودشون میدونن، نمیذارن که جدا بشه. برای شما امروز یه نمونه من میارم. یک مرد سالمندی به نام علی علوی، به نام علی علوی، به نوه خودش، به فرزندزاده خودش موسیقی میآموزه و این نوه با علاقه و عشق و دلبستگی این موسیقی رو میپذیره و در کنار پدر میشینه و باهاش همکاری میکنه. اینو میگن انتقال هنر. امثال خمینی ها و خامنه ای ها و هزار نفر آدم های ابله حیوان دوپا نمیتونن جلوی این سیل رو بگیرن. حالا با هم دیگه نگاه میکنیم و من از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم این فیلم و این رو بگذارن، ببینین این پدر بزرگ چجور به نوش درس میده و چجور نوه کاملا و مو به مو دنبال راهنمایی های پدر بزرگ میره. با بله،
به خوبی شما رفتار فرهنگی یک ملت رو میبینید. هیچ فشاری بالا سرشون نیست، هیچ زوری نیست، اون بچه از ته دل میخواد یاد بگیره و اون پدر بزرگ با حوصله و بردباری دنبال این کار رو میگیره. حالا آخوند بیاد زور بزنه، ول معطله، برای که اینا شعور ندارن برن مسائل فرهنگی رو بررسی کنن. خیال کردن همون روز اول که اومدن اون آقای محمد رینگو گفتش که ملتگرایی حرف بیهوده و جفنگیه، دیگه تموم شد، فردا صبحش ملت دیگه دست بر میداره از کار خودشون. و یا دیوانه مثل خلخالی بیاد علیه کوروش یاوه هایی بنویسه و چاپ کنه، خیال میکنن که توانستن ملت ایران رو از راهی که میره و بار فرهنگی که داره خسته کنند و به بیراهه بکشون. همین الان ارجمند، بارها و بارها دوستان پرسیدند راجع به برنامه های من، برنامه تاریخ و برنامه در پهنه زبان پارسی. با مدیر تلویزیون آقای مهندس شجره سخن گفتم، ایشون با وجود اینکه الان خیلی برنامه ها فشرده است و واقعا جایی نیست برای جابجایی برنامه ها، به هر روی مهر کردند و دو برنامه زنده من را جاشون معین کردند. برنامه های بازپخش رو هم بلافاصله اعلان خواهند کرد و اگر تا روز آدینه به دست من برسه بازپخشاشون، اونها رو هم خواهم گفت. روزهای سه شنبه، می توانید یادداشت بفرمایید، روزهای سه شنبه ساعت 8 بامداد برنامه در گذرگاه تاریخ به صورت زنده. همون روز گویا شبش، حالا ساعتش گفتم بعد تلویزیون اعلام میکنه، من خدمتتون خواهم کرد، گفت اون بازپخشش انجام خواهد شد، ولی زندهش سه شنبه ساعت 8 بامداد هر هفته است. در پهنه بیکران زبان پارسی روزهای آدینه جای خودش رو داره، همون ساعت 6 پس از نیم روز هست و بازپخش اون رو هم باز ما اعلام خواهیم کرد و چندین بار هم خواهم گفت تا هممیهنانی یا بانویی که زنگ زده بودن و نگفته بودن کیه و نگفته بودن که شمارشون چیه تا من بتونم پاسخ بدم بهشون که بله برنامه من چیه. حالا اگر اتفاقا این برنامه رو الان دیدن، این دو روز رو یادداشت بکنن، همه هممیهنان دیگر هم همینطور، تا من بعد از این مسئله وقتی که بازپخشان مشخص شد دوباره بگم. فعلا سه شنبه 8 بامداد تاریخ، آدینه 6 پس از نیم روز در پهنه بیکران زبان پارسی. همیهنان در این وقت اندکی که مونده یه مسئله خیلی جالبی رو به خاطرم رسید که بگم. بسیاری از مردم رو من میبینم که دچار خوشبینی میشن، حتی یکی دوتا از همکاران خودم رو میبینم که دچار خوشبینی هن، میگن که خب بالاخره این کسانی که با این آخوندها کار میکنند، اینها برخی از اونها یک آگاهی های یک اطلاعاتی دارن. من از شما پرسم، سرداری که میاد معاون اجتماعی نیروهای انتظامی یک کشوره، میاد میگه که چادر سقف عفاف اجتماعیه، یعنی چادر که سرت کردی دیگه نجیبی، حالا زیر اون هر غلطی که میشه اون مهم نیه، اون جزء دینه، باید باشه. بعد مسخره تر از این میاد میگه که چادر سقف عفاف یک ملت و مردها نیز باید رعایت حجاب بکنن. آخه مردک ابله، مرد چجوری حجاب؟ تو لغت حجاب رو اول بفهم یعنی چی؟ بعد بگو. همونطور گفتم کراوات رو، این شعر امروز من برای همین خوندم، کراوات رو من کردم. آخه کراوات کجاش جرمه؟
چه گناهی مرتکب میشه آدم که کراوات بزنه؟ به هر روی. بعد وقتی که این دوست ما یکی از همکاران گفتش، خب بعضی هم آدم های باسواد بودش، گفتم آقا جون کشوری که رئیس جمهورش اصلا معروف در حماقت و مشنگ بودن و ابله بودن و گستاخ و پررو بودن و به روشنی دروغ گفتن و حرف یاوه زدن، این چطور میتونه طبقات پایین تر از اون آدم های فرهیخته باشن؟ اگر هم باشن به نظر من فرهیخته نیستن، به دلیلی که آدم فرهیخته که بیاد زیر دست احمدی نژاد بیاد کار کنه، این آدم قابل اعتماد نیست، این آدم از خود اونه. حالا یه نمونه براتون میارم چون زمان زیادی ندارم. احمدی نژاد در حدود گویا دیروز بود در اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلام، لغت رو ببینید، کنفرانس، کنفرانس بین المللی است، از جهان اومدن، و بیداری اسلامی، خود لغت بیداری بار معنای سنگین داره، به هر چیزی نمیشه گفت بیداری. ایشون در این اجلاس، در این نشست که در برج میلاد در تهران برگزار شده، چنین دور فشاندن، گفتند خداوند دینی به نام یهودیت و مسیحیت نفرستاده. اصلا ما دینی به نام یهودی و مسیحی نداریم و حضرت موسی و حضرت عیسی هم منادی دین اسلام بودن. حضرت ریاست جمهوری سخنان رو در اجلاسی به کار میبره که لغت بین المللی و لغت بیداری اسلامی توشه. این دیوانه بیچون و چرا حرفشو تا اینجا که قطع نکرده، از دون رفته که دنباله داره، گفته حضرت ابراهیم هم منادی اسلام بوده و حضرت موسی و اسلام هم برای مردم جهان اسلام رو آوردن، خداوند یک دین بیشتر نفرستاده و اون فقط و فقط اسلامه. عجب. خب حضرت موسی دین اسلام آورده، در کجای دین اسلام ربا خاری رو شما درست میدونید؟ کجا میدونید؟ حضرت عیسی اسلام رو آورده، در کجای دین اسلامی که حضرت عیسی آورده شراب خاری منع شده؟ عیسی که اصلا شراب رو یکی از هفت پاک هایی است که خداوند براش فرستاده گفته. آخه این یاوه ها رو برای چی میگی بدبخت؟ کم تو رو مسخره میکنن؟ به هر حال بعد اضافه کردن که پیامبر عزیز ما متعلق به تمام ملت های دنیاست، به همین دلیل نامش پیامبر خاتم است، از آغاز جهان تا آخر جهان ایشان فقط و فقط پیغمبرن، پیغمبر مردم آمریکا، پیغمبر مردم اروپا، پیغمبر مردم آسیا هم هستن، پیامبر بودایی ها هم هستن، کنفیسیوس یادش رفته، بله، و آمده بود، آمده اند تا همه را نجات دهند. بنابراین قرآن نیز فقط برای مسلمانان نیست، قرآن متعلق به همه انسان هاست. خداوندا اون را که خرد ندادی چه دادی، و آن را که خرد دادی چه ندادی. بروی وقت من هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از یکایک هممیهنانی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.